سهر مطلبی کارشناس بهداشت بین الملل و جمعیت با ما هستن تا در این مورد بیشتر صحبت بکنیم. خانم مطلبی، آخرین داده ها درباره ویژگی ها و همینطور عوارض اومیکرون رو از شما بیشتر بشنویم. ابعاد آسیبی که این سویه جدید کرونا وارد میکنه در چه حدی هست؟ با سلام خدمت شما. ببینید، همون مجموعه ژنی که در واقع جایشایی که شناخته شده بود که حداقل 32 تا گزارش شده بود، تو بعضی گزارش البته بود 50 تا، ولی 32 تا اون رقم دقیق تری که تا الان گزارش شده و دیگه از مواردی که داره که الان توی 57 تا کشور به گزارش WHO مشاهده شده و از علائمش هم اینه که ظاهرا دوره کمون، دوره نهفتگی کوتاه‌تری داره نسبت به دلتا و به نظر میاد که زیر 4 روز علائمش بروز میکنه و علائمی هم که داره یک مقداری با دلتا متفاوته که بیشتر همراه با خستگی و کوفتگی بدن و تب مقاوم و تعریق شبانه است، ولی تو بعضی کشورها علائم گوارشی داشته، از جمله به نظر میرسه که بعضی از پزشکا در ایران گزارش میکنن که این مشخصات توی بیمارایی که تابلوی بالینیشون با ماهای قبل نسبت به مراجعاتشون تفاوت داره دیده میشه، به اضافه اینکه علائم گوارشی هم داشتن به صورت دعوا استفراغای مقاوم. در مورد این که آیا به واکسن ها جواب میده یا نه، به نظر میرسه که تا الان گزارشاتی که اومده اینه که میتونه فرار بکنه از واکسن ها، ولی کسانی که واکسن زدن اگر هم مبتلا میشن شدت بیماریشون خیلی کمه و تقریبا اونها بستری نمیشن در بیمارستان ها. میزان مرگ و میر وجود داشته ولی به شکل چشمگیری خیلی کمتر از دلتا است و سرعت انتشارش همونطور که فرمودید حداقل 4 برابر گزارش شده، ولی به سرعت میتونه تبدیل به سویه غالب بشه، چنانچه الان در لندن گزارش میشه که احتمالاً 70% موارد کرونا که داره ثبت میشه مربوط به اومیکرونه و به علاوه این که در یه فاصله خیلی کوتاهی در واقع از 14 نوامبر تا حالا تقریباً تمام نقشه کووید لندن قرمز و نارنجی شده، یعنی در واقع بین 200 تا 999 نفر از هر 100,000 نفر در هر محله و منطقه کووید مثبت دارن. خانم مطلبی، در ایران اگر بخوایم نگاه بکنیم با توجه به شناخت اولین مورد سویه جدید و همینطور سرعت گسترشی که شما بهش اشاره کردین، چه اقداماتی اجتناب ناپذیر و ضروری هست و چه تفاوتی داره با آنچه که پیشتر انجام می شده؟ ببینید، الان اون چیزی که تو همه جا توصیه میشه اینه که باید به سرعت واکسیناسیون ها انجام بشه و اگر کسانی هستن که باید الان میتونن الان دوز سومشون بگیرن، باید حتما بیان دوز سومشون رو بگیرن. ماسک یه فاکتور خیلی مهمه، چون که CDC هم اعلام کرده که برخلاف واکسن ها که تو به بعضی از واریانت ها میتونه موثرتر باشه، ماسک برای همه واریانت ها موثره و اتفاقا ما یه مطالعه هم اخیر منتشر کردیم که به 10 تا زبان مختلف در واقع ترجمه شد. این بودش که تو مطالعه ما فهمیدیم که در واقع ماسک مرگ و میر رو 6 برابر در متوسط روزانه میتونه کاهش بده. و دیگه اینی که باید حتما از تجمع ها پرهیز بشه، چنانچه الان حتی پاریس هم در واقع مراسم شب کریسمسشون رو لغو کرده، در دانمارک بسیار از ورزشگاه ها بسته شدن و در بعضی کشورها حتی رستوران ها رو اجازه نمیدن که بعد از 8 شب کار بکنن و حتی توی کشوری که مثل سوئد که کشوری بودش که نسبتاً آسانگیر بود هم الان در واقع دارن توصیه میکنن که برگردن به سمت همون که در از خانه کار کنن و سعی کنن که در واقع تجمع نداشته باشن و تا حد ممکن و از تجمع غیر ضروری جلوگیری بکنن. این چیزی که به خاطر سرعت بالای اومیکرون، انتشار اومیکرون مهمه، در واقع دو تا عامل مهم میتونه الان خیلی کمک کننده باشه چه کارهایی که مردم خودشون میتونن انجام بدن. یکی پوشیدن ماسکای حداقل سلایه است و دیگه اینکه حتما از تجمع جلوگیری بکنن، مخصوصا حالا فرقی نمیکنه چه جشنهایی باشه مثل شب یلدا، چه مراسم عزاداری باشه، چه بقیه مراسمی که حتی میتونه مراسم مذهبی یا سیاسی باشه، در همه موارد باید پرهیز بشه. اشکالی که میتونه ایجاد بکنه اینه که به خاطر سرعت بالای انتشار میتونه حجم مراجعات به بیمارستان خیلی افزایش بده، پرسنلی که خسته هستن رو خسته تر بکنه و میزان مرگ و میر رو به خاطر خود کرونا و به خاطر بقیه بیماری هایی که بیماری مزمن بودن و نمیتونن سرویس مناسب دریافت بکنن بالا ببره. به همین جهت همین کشورها دارن تلاش میکنن که سرعتش رو کنترل کنن. سپاسگزارم از توضیحات شما. سهر مطلبی، کارشناس بهداشت بین‌الملل جمعیت.